زلمه خلیل نماینده وزارت خارجه آمریکا در گفتگوهای صلح افغانستان خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید آقای خلیلزاد در دور اخیر در 16 روزی که شما با طالبان رو در رو گفتگو داشتید چه گذشت چه نکته تازه مطرح شد خب اول باید بگویم که مذاکرات مثبت بود و در دو مسئله که ما فیصله کرده از چهار مسئله مهمی که با هم رب دارن و موفقیت مذاکرات رب داره بر موفقیت هر چهار از اونا و سر هیچ چیز موافقه نمیشه تا سر همه چیز موافقه نشده باشه او ایست که مسئله خطر تروریسم برای دنیا با امریکا به خصوص برای دنیا از افغانستان که از اراضی افغانستان از طرف گروپ های بین ملی و افراد استفاده نشود دوم خروج قوای خارجی از افغانستان سوم مسئله مذاکره صحبت بین افغان ها درباره آینده افغانستان خط حل مشکل سیاسی در افغانستان و چهارم یک آتش بس یا اوربند کلی و همیشگی ما موافق کردیم که در بحث که در دو سوره دو موضوع اول یعنی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و, و گرفتن تضمین های از طالبان که اونها روابط خودشون رو با القاعده و و همینطور داعش قطع کنند بله، در, در مور... دو قسمت بله. پیش... در این دو قسمت پیشرفت صورت, صورت گرفت چه پیشرفت صورت گرفت؟ مشخصا ام... 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 پیشرفت صورت گرفت داری که ام... از عراضی افغانستان او عراضی که زیر کنترل طالب است گروپ های تروریست اجازه دادن نمیشه که از او عراضی استفاده بکنن به ضد امریکا و دیگر کشورها و قدم های عملی گرفته شود از طرف طالب ها که مارا قانعه بسازه که اونا جدی هستند در این کار در قسمت خدم های عملی و در, در قسمت گروپ های تروریستی پیشرفت صورت گرفت و همچنان در قواه خارجی را خروجشان تحت رب به شرایط داشتن پیشرفت صورت گرفت باید را بگویم که بازا خبر ندارن که ما در این زمان در کابل هم با حکومت افغانستان بسیح. در باره این موضوعات در بحث هستیم درست. و می خواهیم وقتی که مس... افغان ها با هم نشستن نتایج کاری بسیح. دو گروپ بود بوجه ب... ب... یک جا بسازیم در مورد خروج آیا زمانبندی اعلام شده آیا پیشنویس یک جدول زمانی ترتیب داده شده؟ تا هنوز با موافقه نرسیدیم روی از او ما در پرنسپ مشکل نداریم که روی اخراج قوا خارجی با طالب ها و با حکومت افغانستان و با حکومت که بعد از موافقه بین الافغانی روی کار می روی موضوع به یک نتیجه و موافقه برسید قبل از قبل از گفتگوها هم شما با این موضوع مشکلی نداشتید ولی در در گفتگوها قرار بود جزئیات روشن بشه بله. یک پیشنویس مثلا بله. تدویم بشه بله. چقدر کار پیشنویس پیش رفته چقدر حرکت رو به پیش جلو پیشرفته صورت, گرفته. پیش صورت گرفته پیشرفت گرفته و ما در کابل هم در بحث هستیم و انوز نه مسئله تروریسم یا کاغذی که کار داریم کار میکنیم با طالب ها و کار میکنیم با حکومت در افغانستان نهایی نشدن خب من اینطوری بپرسم در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چند فرضیه مطرحه. بعضی میگن که یک دوره شش ماه هست بعضی میگن هجده ماه هست بعضی هم بیشتر نه. کدوم اینا به حقیقت نزدیک ما حرف از هفته و ماه میزنیم یا حرف از سالها میزنیم؟ ما حرف از سالها میزنیم و هنوز به یک موافقه نرسیدیم بسیار خوب اما در مورد تضمین شما گفتید که طالبان باید شما رو قانع بکنند که از خاک افغانستان اراضی که تحت کنترل اونهاست علیه آمریکا یا علیه کشور دیگری استفاده نمیشه چطور اینها میتونن این رو قانع بکنن آیا یک گروه ناظر خواهد بود آیا نیروهای پاسدار صلح در افغانستان خواهند بود مکانیزمش به چه شکل خواهد بود خب ما درباره مکانیزم در صحبت هستیم مرتبا چیزی که طالبا میگن مهم است که چی وعده هایی که میتن اما باید جنبه عملی هم اینا داشته باشه و روی از او مسائل پیشرفت صورت گرفته که چطور به ما اطمینان داده شوه مهمتر است که طالب خوب کل افغانستان زیر تصرفش نیست حکومت مشروع در افغانستان وجود داره و همچنان بسیار مهم است که بین افغان ها مباحثه و بحث صورت بگیره و یک موافقه شاه سر حکومت آینده وقتی که او موافقه صورت, صورت گرفت این مسائل عملی ازی همچنان با او حکومت باید بحث و با موافقه رسیده شود ولی تا اینجا در این شانزده روز وقتی که حرف از پیشرفت میزنیم مشخصا چه پیشرفتی؟ شما گفتید که در هر دو این موارد پیشرفت داشتیم ولی وقتی میگیم پیشرفت مشخصا یعنی چی این پیشرفت؟ خب،, خب, نمیشه تا که نهایی شوه به شما که میفهم شما سوال از خود دارین و ما تا جایی که بخوایم براتان جواب میدم و چیزی که جواب براتان داده میتونم که ما قانه هستیم که پیشرفت ها صورت گرفت سر بس موضوع بسیار مهم پیشرفت صورت گرفته گفتید یک طرف ماجرا دولت مشروع افغانستان هست ولی روابط شما با این دولت دوچار تنش الان خب تعجب میکنم از،, از, از, یک نگاه چون ما می خواهیم که, که یک جای با حکومت کار بکنیم و حکومت هم میگه که طرفدار سال هست و میخواه که یکی از نتایج کارش سال در افغانستان باشه و خوب می بود که از روز اول حکومت و طالب هم می نشستن برای نشسته که ما داریم با طالب چرا باز مسائل مربوط ماست باز م... که نگرانی های ماست یعنی امریکا مسئله تروریسم مسئله قوای ما و باز مسائل بسیار عمده و مهم مربوط افغان هاست صحیح. که مسئله سال دا، که چطور جنگ بین خود افغان ها ختم شود اما نظر و مشکلاتی که وجود داشت ما شروع کردیم صحبت در برای در مسائلی که زیادتر ما به اون نگرانی داریم و در واز می که با پیشرفت در این قسمت و موافقه با طالب و ممیز که هرقدر ما پیشرفت کنیم اما درواز در واز میکنن به نشست افغان بین خود به شمول حکومت که جنگ در افغانستان بالاخره ختم شد شما گفتید که دولت افغانست... از دولت افغانستان توقع همکاری دارید ولی دولت افغانستان میگه که شما اونها رو در جریان گفتگوها نمیگذارید مثلا مشخصا اخیرا گفته شده که در دور اخیر گفتگوها داره. چندان شما با دولت افغانستان در ارتباط نبودید مشخصا داره. با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان خب با مشکلی که وجود داره که کاش که حکومت و طالب با هم بشینن و هدف ما ایست که به میجب برسیم پیش از او من همیشه پیش دید که برم به جای با طالب دیدن اول میرم افغانستان با حکومت با شخصی جناب رئیس جمهور صحبت میکنم بعد از نشست آخری که در دو صورت گرفت این کار صورت نگرفت و دلیلش چی بود و که ما تلفنن با هم با جناب رئیس جمهور افغانستان گفتم که مجلس در واشنگتن بود که از طرف مقامات بسیار بالای امریکا در باره افغانستان و مجبور بودم که به اونجا برم بعضی میگن که این دید و بازدید ها یک طرف انجام میشه یا نمیشه ولی در مجموع حرکت شما به گونه است که گویا دولت افغانستان تضعیف میشه و در حد زیادی احساس میکنن که نادیده گرفت من موافق نیستم با گرچه بازم میم که بسیار خوب می بود که حکومت و طالب با هم می نشستن و هدف ما میست که مسئله را به موجه برسانم بخیر و امیدوار هستم که کار صورت بگیره با همکاری اطراف مختلف اما به مردم افغانستان می خواهم اطمینان بدم که ما حکومت افغانستان اول خب حکومت مشروس حکومت است که ما با حکومت هم کار هستیم و رول بسیار کلانی در کمک به حکومت امریکا داره نه تنها از نگاه نظامی بلکه از نگاه اقتصادی از نگاه کمک به بودجهش از نگاه دادن معاشات یعنی این حکومت یک رابطه قوی و حیاتی داره با امریکا اگر بی, بی پرده تر صحبت کنیم آقای خلیل زاد بله. شماری از مقام های ارشد حکومت افغانستان حتی شما رو متهم کردند که کردن که شما به دنبال منافع شخصی خودتون هستید بله. شاید میخواهید حتی یک دوره رئیس جمهوری افغانستان باشید خب من نمیخوام سم در باره این مساله صحبت بکنم من میخوام با مردم افغانستان اطمینان بدم که ما کدام پروگرام شخصی برای خود در آینده افغانستان ندارم و تنها هدف ما ایست که مسئول هستم از طرف حکومت امریکا به نمایندگی از امریکا که کمک بکنم برای آوردن سال در افغانستان یک سالی که به نفع امریکا باشه از نگاه عدم موجودیت خطر در آینده از افغانستان به امریکا و دوم کمی مصرف حیاتی یعنی کشتشان و مصرف پولی امریکا پس در شما بیشتر نگران منافع امریکا هستی تا منافع, منافع فرف... افغانستان نه خواهیش میکنم من نماینده امریکا هستم اما در این زمان ای سیاست امریکاست که جنگ در افغانستان ختم شد حال ختم جنگ سال مفکوره یا هدف حیاتی و اساسی امریکا در افغانستان است. ما فکر می کنیم که با نظر داشت شرایط نظامی در افغانستان که یک شرایط پیچیده است اگر ما بتوانیم به یک نتیجه برسیم که ام تضمین صلح در افغانستان بکنه که جنگ ختم کنه با در نداشت پیشرفت هایی که صورت گرفته و افغانستانی افغانستان که در او همه خود ببینن به دست بیاید از طرف افغان ها این هدف افغان است به فکر من و هدف امریکا که افغانستان از افغانستان خطر متوجه امریکا نباشه و در این زمان مصرف امریکا کم شود بتانیم از رای دیپلوماسی ای به ای هدف برسیم کوشش های ما به خدمت ای اهداف است فعلا نه به کدام هدف دیگه چه تضمینی وجود داره که اوضاع بدتر نشه مثلا در سال 2014 وقتی که نیروهای آمریکایی از افغانستان شروع کردن به خارج شدن بسیاری میگفتن که اگر این طرح کار نکرد طرح جایگزین چه خواهد بود یا اصطلاحا پلن بی چه خواهد بود بله. پلان بی است که پلن ای را موفق بسازیم و و است که چطور برآمدن قوا حتمی نیست که قوا برای برآمدن قوا مربوط به شرایط و به موافقه است مثل که بودن امریکا در افغانستان رب داره با شرایط برآمدن امریکا هم رب داره با شرایط که های با موافقه با طالبا میرسیم که مورد قبول ما باشه و مورد قبول اطراف دیگی باشه و همچنان ما میخواهیم هدف کوشش های ما برآمدن قوا نیست هدف کوشش های ما صلح است که بتانه شرایط را به وجود بره که قوا برای از افغانستان و او به فکر من ربط داره نه تنها با موافقه ما با طالب و موافقه ما با حکومت بلکه در شرایط هم در افغانستان و موضوع ما تکرار میکنیم بس... که ما در جستجوی پیدا کردن و رسیدن به صلح هستیم و نه ای که ما پشت تنها یک موافقه خروج از افغانستان هستیم وقتی حرف از تأثیرش بر داخل افغانستان هست یکی از بحث های بسیار بزرگ این روزها بحث مشارکت زنان در گفتگاه صلح و یا و یا توافقی که موضوع زنان هم درش لحاظ شده باشه مقاله همسر شما خانم بنارد شرل بنارد بحث بزرگی ایجاد کرد چقدر شما با دیدگاه ایشون موافق هستید خب خانم ها بسیار مهم است که در مذاکرات اشتراک کنن این وظیفه حکومت و دیگه افغانام هست بر خانم ها که یک تیم بسادن من از روز اولی که کار گرفتم دو چیز تقاضا کردم در پروگرام مدبادی اولی که داشتم در افغانستان یکی ای که طالبا یک عییت با سلایت ها. انتخاب کنن و دوم حکومت افغان های غیر طالب یک تیم همه شمول انتخاب کنن طالب ها روان کردن یک تیم که با صلاحیت با ریاستش از طرف ملوی برادر تا هنوز افغان های دیگه در موافقه نکردن روی یک تیم همه شمول پس شما فکر میکنید که مشکل بیشتر در طرف افغانستان مثلا دولت افغانستان و نیروهای مخالف طالبان هست تا طالبان نه خب مشکل است که با حکومت نمیشنه نمیخوایم که زیاد, مثبت بگویم در باری از اونها تنها قطع میگم و این طرف دیگه در بحث هستن که یک تیم همه شمول ساخته شوه و امیدوار هستم که در تیم خانمها هم باشند. یک کوششی که من دارم برآلایو او آوردن او حکومت و طالب در میز مذاکره ایست که دگه افغانها به شمول خانمها هم در او میز مذاکره باید باشند. یکی از افتخارات امریکا در هده سال گذشته که در افغانستان بوده ایست پیش رفته که در قسمت رول خانمها در اجتماع در اجتماع افغانستان و در افغانستان صورت گرفته و ما میخواهیم که خانما در میز مذاکره اشتراک داشته باشند و از حقوق خود دفاع بکنند و امیدواریم ما یه هست از خانمایی که میرن به یا به هر جایی که مجلس صورت گرفت ایست که آماده باشند برای دفاع از حق خود خیلی خیلی کوتاه میخواستم در مجموع جوان. شما با اون دیدگاه هایی که در اون مقاله مطرح شده موافق است یا خانم شرب یکی از مسائلی که امیدوار هستم در افغانستان و میترام شاییست که هر فرد چی زن چی مرد حق نظریه و حق تحلیل داره خانم بنارد متفکر موفق است کتابان کرده در تشکیلات مهم آمریکا کار کرده نظریاتشان نظریات مهم است که رو باید روش بحث صورت بگیره برگردیم به گفتگو با طالبان شما اشاره کردید که از طرف طالبان هیئتی با صلاحیت تعیین شد تحت رهبری ملا برادر شما چطور یافتید ملا برادر رو گفتگوی مستقیم با او چطور بود به نظر شما فکر میکنم که یک شخص وطن دوست است می که مشکل افغانستان از راه مساله حل شود خب با همه نظریاتش من موافق نیستم تا اگر می که برای کوششایی که داشت که به افغانستان سال بیایه قیمت هم پرداخت که چند سال در آزادی در زندگی نکرد پس من امیدوار هستم و ببینیم که بالاخره چطور اونها میتونن که رول را رو بازی بکنن که به افغانستان صلبه و یک افغانستانی که به پای خود استوار باشه و کشور موفق باشه جالب کمک هست که میکنن یا نه؟ جالب هست که میگید فردی وطن دوسته خیلی از کسانی که در هیئت حی... در طالبان بودند آدم هایی بودن که نیروهای آمریکایی اونها رو دستبند زدند. بله صورت اونها رو پوشوندن بعد بله. اینها رو بردن در زندان گوانتانامو بله. اونها ادعا میکنن من خودم با چند تا از اونها صحبت کردم که میگن شکنجه شدن در اونجا بله. و بعد حالا شما میگید که زمین اینکه روبروی اونها نشستید بله. میگید که اینها آدم های وطن دوستی هستند من آقای برادر گفتم در بارش و طبعا وقتی که در جنگ بودیم عملی سر آمریکا از صورت گرفت از طرف یک گروپی که طالب به اونا جای امن داده بود گروپ القاعده در افغانستان اما هر جنگ بالاخره باید ختم شود و اگر ما فقط در مورد القاعده صحبت نمی کنیم خود طالبان متهم هستند که علاوه بر اینکه که آمریکایی ها رو کشتند، سربازان افغان رو کشتند، به شکلی وسیع در قتل غیر نظامیان نقش داشتند. بله. خوب ما ما خوب هیچ چیزی را معاف نمیکنیم از وظیفه ما ش... یعنی در جای ما, ما قرار ندارم که سر اون مسائل بحث کنیم دیگر هم در افغانستان هستند که کارا را کردن بدبختانه در جنگ 40 ساله افغانستان وقایع بسیار بدی صورت گرفته ش... خراب امی... کسایی که کابلش تقریبا تک تک کردند جزء حکومت پسانا شدن باید آدم هم از نگاه عدالت متوجه باشه که چی مسئولیت داره و همچنان افوام باشه تا یک سال بیاید شما به زودی با طالبان باز هم گفتگو خواهید کرد معلوم هست که در دور بعد مشخصا بر روی چه مواردی صحبت میکنید؟ آخ... خب ما خواهنوز مسائل استفاده از آرویز افغانستان از ترازم نهایی نکردیم و همچنان مسئله بحث درباره خروج قوا و ما ایست که هرچی زودتر صحبت های بین الافغان که امیدوارت حکومت هم در او باشه صورت بگیره برازی که هر قدر ما با طالب میبینیم و افغان ها با, با طالب بین خود نمیشینند صحبت نمیکنن فاصله ای که یا تشویشاتی که بازا در افغانستان دارن گرچه از نقطه نظر ما تش... تشویر... تشویش هایشان بجاست چون در میز نیستن از طرف دیگه باز افغان ها گپ سر چوک هم زیاد است که بدون از, از که باز وقت اقایق مد نظر بگیرن سر بحث های سر چوک به گفته مردم عادی توجه میکنن از خود در هر چیز زودتری بحث صورت بگیره افغانها با هم بشینن در ماسکو یک تعداد افغانها نشستن با. با طالبا من امیدوار هستم که در مجلس آینده تا افغانای بیشتر بشینن و هرچی به زودی از صحبت مثلا با با موافقه بس روی یک موافقه ایک خط حل مشکل افغانستان موافقه بکنه چقدر این محتمله چقدر احتمالش هست در حالی که شما و دولت افغانستان که در ائتلاف بودید الان رابطتون رابطه تیره ایه. امروز ما خبرهایی داشتیم که بعضی از مقامهای افغان باز هم نگاه انتقادی داشتن به این گفتگوها وقتی که شما با هم نمیتونید گفتگو بکنید دوچار مشکل هستید چقدر میشه امیدوار بود که طالبان با دولت افغانستان صحبت بکنند؟ خب باز صحبت ها که ما شنیده ایم اما سر عملی ما تاثیر تال نداشته و رابطه ما با حکومت افغانستان بحث های ما با حکومت افغانستان عموما مثبت است شما گفتید که امیدوارید اینها به نتیجه برسه چقدر واقعا امید وقتی حرف از امیدواری میزنیم حرف از ماهاست یا سالها که این گفتگاه به نتیجه برسه ماهاست در این شکل نیست و, بعد اینتو... و ما در قدر فاصله قدر زیاد نیست در بعض مسائل بسو. وقت از این رسیده که مسئله بسیار حیاتی و مهم که بس بین افغان هاست بین افغان هاست از آتش بس هست شما میگید در بعض از موارد خیلی نزدیکید با هم دیگه نه دو مسئله که صحبت کردیم بساره. در, من... در آره مورد خروج دو بساره. چیز دیگه خو مانده که ما شروع نکردیم صحبت از اونا دلست. با ایشان و زیادتر مهمی است که افغان ها بین خود سر مسئله آینده آه. که چطور میشه که افغانایی که نظریات مختلف دارن ارزش های مختلف دارن بتوانند در یک کشور شهروند روی آینده مملکت روی فرمولی که چطوری اختلافات نظر که وجود داره اما با هم زندگی کرده بتانن و مشکلات از راه غیر جنگ غیر نظامی حل شود و در این گفتگو اصلا به انتخابات فکر کردید انتخابات افغانستان یا اینکه ممکنه به خاطر اینکه انتخابات وضعیت رو پیچیده تر بکنه باز هم به تاخیر بیفته خب او مسائل انتخابات وقتش از طرف عیت انتخابات افغانستان فیصله میشه ما از اول گفتیم و بازم میگم که خوب خود بود بهتر خود بود که اگر بس با طالب ها و موافقه روی ختم جنگ و حل سیاسی پیش از انتخابات صورت بگیره و نظم نظری ماست و کوشش ما به اما در این زمان آمادگی بر انتخابات هم صورت بگیره چون گارانتی وجود نداره که آیا بحث با طالبا به نتیجه که افغانستان به اوز رد داره ما طرفدارش هستیم رسیده میتونه در رو طالبا هم رول دارن پس در این زمان کوشش بر دو طرف باید صورت بگیره هم انتخابات ام بحث درباره حل سیاسی ختم جنگ بهتر خواهد بود که ختم جنگ موافقه رویش بیشتر از انتخابات صورت بگیره و دولت موقت هیچ به دولت موقت فکر کردید اصلا به عنوان یکی از گزینه ها هست من در درباره این موضوع هیچ صحبت نداشتیم با طالب ها این موضوعی است که باید افغان ها که بین هم میشینن و روی آینده سیاسی سی بر ختم جنگ بحث میکنن با موافق میزنن که کدام را مورد قبول افغان ها صورت میگیره این برای ما مورد قبول است ما از خود کدام فرمولی برای از کار نداریم یعنی دولت آمریکا به دولت موقت در افغانستان فکر نکرده ما موقف در این قسمت نداریم پیشنهاد در این قسمت نداریم بحث در این باره نکردیم نظر ما است که رول امریکا داره کم میشه در آینده در افغانستان برای که روی یک چیزی که بتانه کار بته در افغانستان موافقه است باید افغان ها بین خود موافقه بکنن و از او خاطر گذاشتیم این موضوع را و شروع بحث بین, بین افغان ها به شمول حکومت که ب... روی موضوع بین خود بحث بکنن که از چرا میتونه همه افغان خود در آینده افغانستان ببینند و جنگ در افغانستان ختم شود آی خلیلزاد خیلی ممنونم از وقتتون سلامت باشید تشکر از شما